همیشه وقتی میخواست ما رو بر انجام کاری که برخلاف میلمون بود آماده کنه تک کلام خاصی داشت. نمیمیری که؟ از بچگی وقتی غذایی رو دوست نداشتیم مادرم میگو مادر جون یه ذره بخور، نمیمیری که، آدم گشنه سنگم میخور. یا مادر جون یه با ما بریم خونه آقای شهرستانی، انقدر اصرار کردن، نمیمیرین که؟ خدا بیامرز راستم میگفت. هیچ کدوم از ما پنج بچه نه از غذایی که به زور خوردیم مردیم و نه از جایی که به زور رفتیم. شما را نمیدونم ولی ما واقعا دوران تینیجری دوست نداشتیم با پدر مادرم بریم مهمونی. هرچی مامانم اصرار میکرد میگفت مادر جون نمیمیرین که، میان یه چیزی میبینین، یه چیزی میشنوین، یه چیزی میخورین، مردم که نمیخورنتون. ما به گوشمون نمیرفت. من و سیما منتظر بودیم پدر مادرم از در برن بیرون، زنگ بزنیم به شهلا دختر همسایمون که برادرش همیشه آخرین موزیکا رو داشت، از رو نرده های پشت بون با یه صفحه 45 دور جدید بیاد خونمون که با هم موزیک گوش کنیم و یواشکی سیگار بکشیم. یادم رفت بهتون بگم من و سیما سیگار کشیدن یواشکی رو تو خونه پلاک 24 شروع کردیم. موزیک پاپ ایرانی با آمدن خواننده های جوان کم کم بین ما جا باز کرده بود، به خصوص با آمدن شوی تلویزیونی 6 و 8. بین همه جوان های شوی تلویزیون 6 و 8 داریوش از همه موندگار تر شد. تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره، مونده سر دوراهی چه راهی پیش بگیره. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار منو رقیب من میدونه. وای دارم آتیش میگیرم دیگه از قصه واقعم، دلم میخواد بمیرم. وای اگه برگرد پیشم براش پروانه میشم، ازش جدا نمیشم. نمیتونه مرغ دلم از حسودی بخونه، نمیدونه روی کدوم شاخ باید بمونه. اگه یه روز ببینم کسی براش میمیره، حسودی رو میاره دلم آتیش میگیره. میترسم حرفای خوبی توی گوشش بخونه، میترسم اون تا به سر تو خلوتش بمونه. وای دارم آتیش میگیرم دیگه از قصه واقعم، دلم میخواد بمیرم. وای اگه برگرد پیشم پروانه میشم، ازش جدا نمیشم. نمیتونه مرغ دلم از حسودی بخونه، نمیدونه روی کدوم
شاخه باید بمونه، یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار منو رقیب من میدونه. یادش بخیر، افشین و داریوش و کیوان ستایی میخوندن. تنگ غروب خورشید اسیره، میترسم امشب خوابم نگیره، میترسم امشب خوابم نگیره. سیاهی شب چشماش وا کرد، ستاره من تو رو صدا کرد، ستاره من تو رو صدا کرد. باز مثل هر شب از دید پنهون یه مرد عاشق با چشم گریون آواز میخونه از پشت دیوار، کی خواب امشب کی مونده بیدار، چرا شب ما سحر نمیشه، گل ستاره پرپر نمیشه. تو شهر خورشید یه قصر نوره، راه من و تو از هم چه دوره، راه من و تو از هم چه دوره، راه من و تو از هم چه دوره. شیش سال اول دبستان رو تو خونه پلاک 18 گذروندم. منم مثل خیلیاتون شاگرد اول بودم. تجدیدیام از کلاس هفتم شروع شد، ولکنم نبود. اصلا انگار تمام معلمای دبیرستان با من و پلاک 24 لج بودن. دیگه کار به جایی رسیده بود که بعد از امتحان سلسه ستوپم همش دعا میکردم خدایا مدرسه آتیش بگیره، تمام ورقه های امتحان بسوزه. انقدر وضع خراب بود. سه سال آخر دبیرستان رو مدرسه نااندیش میرفتم، خیابون میرداماد. از همون زمان بود که شروع به نوشتن شعر کردم. نسرین خزایی معلم ادبیاتمون بود. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، بهترین مشوق من بود. اولین شعرم رو آوردم براتون بخونم. به سرزمین آفتاب، به سرزمین ستاره ها، به سرزمین خوبی ها و خوشی ها، به سرزمین آرزوها و رویاها، به دور دست ها خیره می شوم، کسی را نمی یابم. نه پسر بچه با توپکی رنگین، نه دخترکی با عروسکی خندان، نه شاعری با اشعارش، نه عابدی با خدایش، نه دلی با دلدارش، کسی را نمی بینم. سوی دیگر سرزمینی همیشه ماتم، همیشه تنها، سرزمینی نه چندان دور و ناپیدا، سرزمین ناپایداری ها، نامرادی ها و نامردی ها، سرزمینی پر ز نیرنگ و زیا، پر ز بیدادگری ها، پر ز عصیانگری ها، پر ز افسون، پر ز حیله، پر ز خشم. همه را میبینم، همه را میابم. نمیشه قصه ما را یه لحظه تنها بذاره،
نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلا که میخواد عاشق کشو پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره. تو مدرسه نواندیش با سپیده آشنا شدم، دوستیمون هنوزم ادامه داره. هر دو بازرگانی میخوندیم. نمیدونم چه معجزه‌ای شد که من به هر جون کندنی بود تا دیپلم یه ضرب رفتم. یادمه بعد از امتحان نهایی من و سپیده با هم رفتیم مدرسه جواب امتحان نهاییمونو بگیریم. مینو حریری هم اومده بود، یادته؟ یه راه کوتاه میرفت میمن، میرفت میمن، به کارنامش نگاه میکرد، بلند بلند میزد رو کارنامش، میگو زیبا شیرازی و سپیده کنانی قبول شدن، من دوتا تجدید آوردم، غیر ممکنه، حتما اشتباه شد، حتما اشتباه شد. ما خودمونم تعجب کرده بودیم. آخه گهگاهی شیطنت میکردیم، مثلا پنج شنبه ها که دبیرستانمون نیمه روز بود، من و سپیده از صبح سر کلاس نمیرفتیم. تا جایی که یک بار معلم شیک پوش و خوش قیافه اصفهانی‌الاصلمون اومد تای کلاس سر نیمکت ما، نگاهی به من کرد و با لهجه غلیظ اصفهانی پرسید شما با ما قرین نمیان سر کلاس؟ شرمنده شدیم. از اون به بعد چهار ساعت اول پنج شنبه ها رو میرفتیم سر کلاس، مدرسه که تعطیل میشد میرفتیم چاتانوگا، به خصوص اگه هوا برفی بود. خوراک مرغ با سس شراب اوردر میدادیم، از زمین و زمان حرف میزدیم و سیگار به دست از پشت پنجره برف رو تماشا میکردیم. زمستون تن آریون باغچه چون بیابون، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون. نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون نشستن چه شب ها بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه، چه تلخه، باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون، نشستم زیر بارون زمستون. برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستونا برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری. گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی
ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون. تو همون سالها بود که سریال تلویزیونی خانه به دوش یا همون مراد برقی هر چهار شنبه از تلویزیون پخش می شد. یادتون هست؟ تو خیابونای تهران از ساعت 7:30 شب به بعد پرنده پر نمیزد. همه زود میرفتن خونه ببینن عشق مراد برقی و محبوبه به کجا میرسه. صدای ستار را اولین بار اونجا شنیدم. پا به هر جایی میذاره آدم خانه به دوش، فرصت موندن نداره آدم خانه به دوش. خواهرم سیما که از من به من نزدیکتر بود و هست، همون سالها بود که برای ادامه تحصیل به لندن رفت. این اولین باری بود که ما از هم دور می شدیم. خیلی احساس تنهایی می کرد. صدها بار این آهنگ ستار رو زیر لب زمزمه کردم. همسفر تنها نرو، بذار تو با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. تازه از راه رسیدم هنوزم خسته راه، همسفر تنها نرو، بذار تو منم بیام. سخت دل کندن از این شهر و دل بستگی ها، موندن از خون جدا با همه خستگی ها، جون به لب هم رسیده تا به کی در به دری، گرد غربت رو تنم که بازم باید بریم. بذار تا خستگی از این تن خسته بره، سخت دل بستگی از شهر دل بسته بره. یادم رفت براتون بگم که کم کم صفحه های 45 دور و 33 دور جای خودشونو دادن به نوار کاست که بین 60 تا 90 دقیقه توش جای ضبط صدا و موسیقی داشت و خوبیش این بود که میشد بارها و بارها روش ضبط کنیم. مطمئنم خیلیاتون از رابطه مستقیم نوار کاست و خودکار بیک با خبره. این نوار کاست که به هم میپیچید تنها چارش این بود که تمام این نوار رو بکشیم بیرون، دوباره از اول اینو با خودکار بیک ببندیم.
اواخر سال 1977 بود که من برای اولین بار از ایران خارج شدم. چند روزی رو در لندن با سیما گذروندم و بعد رفتیم هیوستون تگزاس پیش برادرم بهروز. تو چمدونم چند تا کاست از آهنگای مورد علاقم داشتم. یکی از اونها آلبوم دل مشغولی ها بود با صدای فرامرز اصلانی، جوان خوشقیافه‌ای که تازه از انگلستان اومده بود و سبک موسیقی خودش رو داشت. اگه یه روز بری سفر بریزه پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره با تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه. بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این اومد تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کارش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخوام که یار یک دگر باشیم، مثال ایوم قدیمی بشینیم و سحر باشیم. باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیر رنگ اون دیاره که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باغ یک جوونی، بیا تا پوست به استخونه، نذار دلم تنها بمونه. بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیر رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این اومد تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کارش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این اومد تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کارش نباشه، بذار درد جا به جا شه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. آمریکا رسیدم، همه دوستان برادرم از شلوغی هایی که در تهران شروع شده بود میپرسیدن و من بی خبر از همه جا میگفتم شایع است، تهران هیچ خبری نیست. چند ماهی نگذشته بود که تو خبرها تظاهرات مردم ایران
بر ضد رژیم پهلوی از رادیو تلویزیون پخش میشد. مدتی بعد خبر رسید که شاه رفت. من هیوستون تگزاس بودم. یه دوره بازرگانی 2 ساله رو تموم کرده بودم و 3 روز قبل از گروگانگیری از طرف مدرسه برای یک مصاحبه کاری فرستاده شده بودم تا دوره کارآموزی رو بگذرونم. خوب یادمه، روز جمعه 2 نوامبر 1979 بود. مصاحبه موفقیت آمیز بود. به هم گفتن دوشنبه با ما تماس بگیر تا بگیم کی کار رو شروع کنی. 2 روز بعد از مصاحبه، یعنی روز 1 شنبه 4 نوامبر 1979، 52 آمریکایی در سفارت آمریکا به گروگان گرفته شدند. و من روز دوشنبه 5 نوامبر به خاطر ایرانی بودنم قبل از استخدام اخراج شدم. هر روز خبر تازه‌ای از تهاجم و رفتارهای ناخوشایند آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها دهن به دهن می‌چرخید و به گوش ما هم می‌رسید. راستش یه جورایی احساس امنیت نمی‌کردم. برگشتم ایران. خیلی زود در یک شرکت حسابرسی مشغول به کار شدم و خیلی زود رئیسم از من تقاضای ازدواج کرد. اوایل جنگ ایران و عراق بود. سال 1980 در یک روز زیبای پاییزی به اصرار من به ساده ترین نوع ممکن با حضور نزدیکترین و عزیزترین کسانم در یک دفترخانه خطبه عقد بین ما خونده شد. و روز بعد لباس قرمز رنگ ابریشمی رو که از آمریکا با خودم آورده بودم رو تنم کردم. تور سفیدی رو شونه هام انداختم و در خونه پلاک 24 در مهمونی که به خاطر حکومت نظامی باید قبل از غروب آفتاب به پایان میرسید، پیوندمون رو با دوستان و نزدیکان جشن گرفتیم. چند ماهی بعد از ازدواج پای راست من به بدترین نوع ممکن در اسکی شکست. دوستخونه درشنه یا نازخنه پام هر کدام از چندین نقطه آنچنان شکسته بود که ماها درگیر تخت بیمارستان و گچ گرفتگی بودم. میدونین من از اون آدماییم که فکر میکنم هر اتفاقی تو زندگیم افتاده یه خیری توش بوده. مثلا همین شکستن پام من رو به فکر انداخت که تو دورانی که پام تو گچه برای رفع بیکاری معلمه گیتار بگیرم. البته باید بگم این چند تا آکوردی رو که با گیتار میزنم و میخونم رو یک دوست قدیمی به نام علی اسکویی یادم داده که دعای خیرم همیشه همراهشه. از گیتار و اتفاقات خوبی که باهاش افتاد بگذریم. شکستن پام باعث شد که چهره حقیقی شریک زندگیم رو زودتر بشناسم. مردی که مدعی بود من رو عاشقانه دوست داره آنچنان دلم رو شکست که دیگه امیدی به دوباره پیوند زدنش نبود. 2 سالی درگیر قهراشتی ها و کشمکش ها و وساطت های بی نتیجه دوستان بودیم. از اونجا که تو خونه ما شعار زن با لباس سفید به خونه بخت میره و با کفن بیرون میاد رو نه کسی به زبون آورده بود و نه کسی باور داشت، خوب می دونستم که در خونه پدری همیشه بروم بازه. بهار سال 1983 جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت که من به جنگ بین خودم و شوهرم پایان دادم و با وجود داشتن فرزندی در شکم با 1 چمدان به خونه پلاک 24 برگشتم و دیگه حاضر نشدم به اون زندگی برگردم.
غم میونه دوتا چشمون قشنگت خونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دوتا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل شبهای منه، وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم آبادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهای ما باد میبره، دوتا چشمام بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، ای شکوفه توی این زمونه کرده، جوانیم رفته صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوانه کرده، چی بخونم، جوانیم رفته صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم. اپریل 1983 چنانچه شرط طلاقم بود، دخترم را به پدرش سپردم و قبول کردم که برای دیدار دخترم به خونه پدرش برم. دوران سختی بود، بیشتر از اینم نمیخوام وارد جزئیات بشم. اولین شعر آهنگی رو که در همون دوران غمگنانه ساختم و خوندم رو براتون آوردم بخونم. شمع محفل پروانه
سالها هر کی به من میرسید میگفت دلت واسه دخترت تنگ نمیشه؟ دلت نمیخواست دخترت پیش تو بود؟ جواب میدادم مثل اینکه از کور بپرسی دوست نداشتی چشم داشته باشی؟ حتما دوست داره، ولی یاد گرفته تو تاریکی زندگی کنه. من تو زندگی یک شعار دارم، Life is a matter of adjustment. زندگی یعنی تطبیق دادم. اگه نشه مشکل را حل کرد، باید باهاش کنار اومد. با گله و گریه و شکوه و شکایت کاری از پیش نمیره. من اهل این که بشینم و برای خودم گریه کنم نیستم و باید بگم هرگز از تصمیمی که گرفتم پشیمون نشدم. گل گلدون من شکست در باد، تو بیا تا دلم نکرد فریاد. گل شب بود دیگه شب بونه میده، کی گل شب رو از شاخ چیده؟ گوشه آسمون پر رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب. اگه باد از سر زلف تو نگذره، من میرم گم میشم تو جنگل خواب. گل گلدون من، ماه ایوون من، از تو تنها شدم چو ماهی از آب. گل هر آرزو رفته از رنگ و بو، من شدم رودخونه دلم. شدم رود خونه دلم یه مرداب.
نزدیک به دو سال بعد از طلاقم تو خونه پلاک 24 زندگی می کردم. انقلاب جا افتاده بود، حجاب اجباری شده بود. با اینکه مهمونی ها و دور همیای شبانه یواشکی شده بود، مردم به کوری چشم رژیم بیشتر از قبل دور هم جمع می شدن. باید بگم اولین صحنه آوازخونی من تو یکی از همین دور همیای شبانه بود. انگار دو حادثه بزرگ انقلاب و طلاق احساساتم رو همزمان هم جریحه دار کرده بود و هم برانگیخته بود. میخوندم و مینوشتم. هر روز خبر کوچه قانونی و غیرقانونی دوستان و آشنایان رو میشنیدم. خیلی ها به هر قیمتی بود از مرز خارج شدن. در بین اونها خوانندگان سرشناس و گمنام هم بودن. یادم از یک میوزیک ویدیوی قاچاقی به دستمون رسید. یه نفر تو آمریکا دستافشان و پاکوبان با خوشحالی میخون: وطن میمیرم برایت، برای هندهایت، دلم کرده هوایت، وطن میمیرم برایت. من نوشتم و خوندم: بیا در خاک خود با هم بخوانیم، که غیر جغد دیگر کس نخوانده، صدای نغمه و سازی نمانده، وطن بی تو نمرده، وطن بی کس نمانده، وطن یک لحظه هم تنها نخفته، وطن از بی وفایی عزیزانش نگفت. یا با ما بخوان آواز غربت، که ما در خاک خود غربت کشیدیم، بیا با هم بجنگیم، بیا با هم بمیریم، بیا با هم به دنبال دلیرانش بگردیم. کجای پهلوانا شما اسفندیاران، رستم یل سال دستان، وطن از انتظار بیتا کشته، سنامردی نامردان وطن بیزار گشته. شعر مفصلی تو آلبوم کنسرتم اجرای کامل شما است. خفقان هر روز بیشتر از روز پیش می شد. چاره ای نبود جز اینکه زندگی داخلیمون رو باب میل خودمون نگه داریم و همزمان یه شخصیت مصنوعی خارج از خونم مطابق با قوانین حکومتی درست کنیم که بتونه با پاسدارا و حکومت روبرو بشه. فشار همین دوگانگی ها بود که من و سیما رو به فکر سفر انداخت. اواخر سال 1984 سفری به ترکیه کردیم که هم آغاز سال نو میلادی 1985 رو در اونجا باشیم و هم سفری به سفارت آمریکا بزنیم. اون دوستم شهتاج یادتون میاد که باهاش روز اول مدرسه آشنا شده بودم و لیلی بازی کرده بودم. بعد از انقلاب با شوهر آمریکاییش در لس آنجلس زندگی میکرد. ازش خواستیم برامون یه دعوتنامه فرستاد. خیلی ساده توی پاراگراف نوشت: من سیما و زیبا رو به لس آنجلس دعوت میکنم که دو هفته مهمون من و شوهرم باشه. و چون در حال حاضر شوهرم نیست که این امضا کنه این دعوتنامه رو، من از طرف هر دومون خودم امضا میکنم. به همین سادگی. دعوتنامه حتی مهرموم رسمی نشده بود.
چند روزی از تعطیلات سال نو گذشته بود. یه روز ساعت 5 صبح دوتایی خودمون رو درست کردیم، شاد و سرحال رفتیم وایسادیم تو صفحه کنسولگری. خیلی ها زودتر از ما اونجا بودن. تو این صف وایسادنم خودش کیفی داره. با کلی آدم آشنا میشی، گپ میزنی، دلهوره داری، هیجان داری. همه بهمون میگفتن دوتا خواهر با هم وای نسیم، بهتون ویزا نمیدن. تک تک وایسیم. ما لبخند میزدیم، میگفتیم هرچه پیش آید خوش آید. دو سه ساعتی تو صف بودیم. فرما رو سیما پر کرد چون خیلی دقیقه. تو فرما سوال کرده بودن دلیل رفتن به آمریکا. سیمام از سر شوخ طبعی نوشت دیدار دوست، دیزنیلند و مایکل جکسون. دنیا رو تب مایکل جکسون گرفته بود. از بخت خوش ما یه آقایی که جلوی صف وایساده بود تصمیم گرفت اون روز سفارت نره و جاشو داد به سیما. موقع مصاحبه کنسول نگاهی به اپلیکیشن میکنه و میزنه زیر خنده به سیما، میگه دعوتنامه نوشته زیبا و سیما، زیبا کجاست؟ سیما میگه تای صف. میگه برو صداش کن، من یا به هر دوتون ویزا میدم یا به هیچ کدومتون نمیدم. سیما بدو بدو اومد. هر دو هن هن کنون رفتیم پیش کنسول. با روی خوش چند سال سطحی از ما کرد و ژانویه سال 1985 به هر دوی ما ویزای توریستی 6 ماهه داد. من و سیما مارچ 1985 به امید آیندهی بهتر با 4 چمدون لباس و هزاران خاطره، اشک ریزان، ده ها بار عزیزانمون رو در آغوش گرفتیم و بوسیدیم و راهی آمریکا شدیم. برای خداحافظی خوندم دلم خیلی میخواد با تو بمونم، ولی بار سفر بستم نمیتونم، من نمیتونم نمیمونم. دلم خیلی میخواد تو کوله بارم بذارم عشق تو هر چی که دارم، ولی سنگینی بار زمونه به روی شونم طاقت ندارم. از این شهر و دیار آشنا کم بر ندیدم، میخوام برم تو قربت با غریبه ها بجوشم. تو عزیزی واسه من ای مهربونم، خودت بهتر میدونی باید برم دیگه، اینجا نمونم، مهربونم، همزبونم، باید برم دیگه، اینجا نمونم، مهربونم، همزبونم، باید برم دیگه، اینجا مهربونم، همزبونم.
مثل هر تازه از راه رسیده‌ای، مدتی سخت درگیر دست و پنجه نرم کردن با زندگی پرتلاطم غرب شدم. اونقدر که شعر و شاعری از یادم رفت. حس خوب استقلال رو تجربه کردم و در راه استقلال گاه خواسته و گاه ناخواسته حس زیبای زن بودن رو از دست دادم و گم کردم. مدتی طول کشید تا دوباره برگشتم به شعر، ولی از اونجا که هم حس استقلال برام دلپذیر بود و هم حس زن بودن، این بار از خواستهای زنانم گفتم و نوشتم و خوندم. انگار که میخواستم زن بودنم را هم به خودم ثابت کنم هم به مردم. به قول دوست مذکری شروع کردم به نوشتن اشعار عاشقانه دستوری. چون طلای ناب مرا بی منت از خاکم بکن، یک شبی را عاشقانه از هوس پاکم بکن. مطمئنم خیلیاتون میدونین که من اولین زن ایرانی هستم که شعر آهنگهای خودم رو ساختم و خوندم. یادمه وقتی برای اولین بار آلبوم اولم رو برای پخش به شرکت ترانه بردم، مدیر مسئولش بعد از گوش کردن به چند آهنگ نگاهی کرد و گفت شما صدات سوپرانوه؟ مردم با این سبک و صدا حال نمی کنن. همین اینم بود. همین حرف باعث شد که سال 1993 یعنی 25 سال پیش تصمیم به تهیه و پخش اولین آلبوم خودم گرفتم. سال 2011 هفتمین و آخرین آلبومم رو تولید کردم. مرسی از شماها که قدم به قدم همراه من اومدید. مرسی. راه آسونی نبود. هیچ وقتم نشد. ولی بالاخره سبک موسیقیم جا افتاد و از پیام‌هایی که از سراسر دنیا گرفتم متوجه شدم که اشعار عاشقانه دستوریم تأثیر مثبتی بر روی زنان و دختران جوان گذاشته و بسیارن مردانی که پیام ساده و بی‌پرده اشعار من رو دوست دارم. این روزا کمتر آواز میخونم، بیشتر قصه گویی میکنم و کتاب زندگی دیگران رو براشون مینویسم. وقتش رسیده بود که قصه خودم رو بگم. بگم که سالها طول کشید تا فهمیدم خدافظیم با کوچه زرین برای همیشه بوده و من یک مهاجرم. بگم که در طول این 33 سال سفری به ایران نکردم، ولی خاطراتش رو با خودم به یادگار نگه داشتم و هر از گاهی مزه مزش میکنم. و بگم با اینکه بیشتر عمرم رو در آمریکا گذروندم و یه جورای اینجا رو خونه خودم میدونم، ته ته دلم از اینکه در آن سوی آبها کسانی چشم به راه منند احساس خوشحالی میکنم و امید به دیدارشون دارم. دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم خدا نگهدار. آه ای مسافر من وقتی که خسته به
شهر خود رسیدی مرا به یادان، هر جا که رفتی با هر که بودی من اینجا با یاد تو شادم. ای یار از خود گریزان در زیر باران، پرنده ای از سیر بادم. من میخندم ولی کن دلم گرفته، آواز من چه رنگی سقم گرفته. من میخندم ولی کن دلم گرفته، آواز من چه رنگی زقم گرفته. به افتخار دنی اخوان. شما ها که سال های سال در کنار من بودید. شب خوش.